سلمان خان با نشر این توییت سوالی که هر فرد هندی در ذهنش بود و برطرف کرد. بله درست شنیدید. سلمان خان اعلام کرد که اون دختر مورد نظرش رو پیدا کرده و باید بدونید که این دختر زیبا از کشور دوست و همسایه ما افغانستانه. اگه دوست دارید بدونید چرا سلمان خان برخلاف بقیه دوستا و همقطارانش با گذشت 53 سال از عمرش هنوز ازدواج نکرده و حالا این خبر خوش چیه؟ ادامه ویدیو رو تماشا کنید. سلمان خان یک وومنیزر یعنی زن پرسته و برای همین نمیتونه برای مدت طولانی با کسی در ارتباط باشه. او تا به حال با ده ها زن در ارتباط بوده که چند تاشون خیلی خبر سازه. و حالا قبل از اینکه بدونیم این خبر خوش و جدید چیه، بریم یه نگاه کوتاه به گذشته و کسی که سلمان خان رو از ازدواج متنفر کرد بندازیم. سلمان خان وقتی تازه وارد سینمای هند شده بود با سنگیتا بیجالی آشنا شد و مدتی با هم بودن. بعد سلمان خان با سومی علی آشنا شد و قرار بود با هم ازدواج کنن. حتی تاریخ ازدواج و کارت دعوتشون هم چاپ شده بود. در این زمان آقای سانجی لیلا بنسالی دنبال یه چهره جدید و زیبا در مقابل سلمان خان برای فیلم جدیدش هوم دیلدی چوک سنم بود که توجهش به زیبایی آیشواریا رای رفت و اونو برای فیلمش انتخاب کرد. سلمان خان و آیشواریا در جریان این فیلم عاشق هم شدن. تو این مدت سومی علی دوست دختر سلمان خان اصلا فکرشو هم نمیکرد که جلوی چشمش سلمان خان داره مال یکی دیگه میشه و وقتی سومی علی از رابطه دوست پسرش با آیشواریا رای باخبر شد دیگه دیر شده بود. برای همین اون نه تنها سلمان خان رو بلکه هند رو هم ترک کرد و برای همیشه با آمریکا رفت. حالا سلمان خان برای ازدواج با آیشواریا هیچ مانعی رو جلوی خودشون نمیدید و خیلی هم عجله داشت که ازدواج کنه، اما آیشواریا که اولین فیلم موفقش محسوب میشد نمیخواست زود ازدواج کنه و میخواست برای آینده شغلیش بیشتر تمرکز داشته باشه. سلمان خان برای اینکه بتونه زودتر آیشواریا رو برای ازدواج قانع کنه واسطه شد و چند فیلم رو برای آیشواریا از فیلمسازان به دست آورد. با این وجود آیشواریا هنوز برای ازدواج آماده نبود و وقت میخواست. سلمان خان به حدی نسبت به آیشواریا حساس بود که هر روز برای دیدن اون سر صحنه فیلم برداری میرفت و تصمیم میگرفت که آیشواریا با چه کسی و در چه فیلمی کار کنه، کجا بره، چی بخوره و چی بپوشه. زمانی که منصور علی فیلم جوش رو به سلمان خان پیشنهاد داد، اون فقط به خاطر اینکه قراره توی اون فیلم نقش برادر آیشواریا رو بازی کنه ردش کرد که بعدن این فیلم به شاهرخ خان رسید. در یکی از شب‌ها سلمان خان نصف شب دم در آیشواریا رای میره و درو با عصبانیت میکوبه. آیشواریا وقتی اون رو با شیشه مشروب مست و عصبی میبینه میترسه و درو براش باز نمیکنه. سلمان خان کل شب اونجا میگذرونه و تا صبح اسم اون رو صدا میزنه و تهدید میکنه که اگه با من ازدواج نکنی تو رو از آپارتمان 19 طبقه پایین خواهم انداخت. همسایه های آیشواریا میگن وقتی صبح ما بیدار شدیم دیدیم که سلمان خان دم در آیشواریا ضعف کرده و از شدت کوبیدن در دستاش زخم برداشته بوده. خلاصه قضیه به جایی رسید که پدر آیشواریا به پلیس شکایت کرد و در نتیجه سلمان خان به زندان افتاد. در این مدت که اون توی زندان بود آیشواریا با ویویک اوبرای همبازی شده بود و وقتی سلمان خان از زندان آزاد شد آیشواریا و ویویک وارد رابطه شده بودن. سلمان خان به ویویک زنگ میزنه و اون رو تهدید به مرگ و دوری از آیشواریا میکنه. ویویک هم که به تازگی به شهرت رسیده بود یه خبر مطبوعاتی میگیره و جزئیات زنگ زدن سلمان را همگانی میکنه. 29 تاریخ رات کو 29th night around 12:30 سلمان خان کال می اون مای فون. उन्होंने मुझे मेरे मोबाइल पे फोन किया डायरेक्टली कि मेरा चक्कर या मेरा अफेयर किसके साथ चल रहा है. तो मैंने कहा दैट्स नॉन ऑफ योर बिजनेस. सबसे पहला तो मेरा कोई अफेयर नहीं है, कोई चक्कर नहीं है, मेरी बहुत लोगों के साथ अच्छी दोस्ती है एंड मैं दंग रह गया हूँ. ही स्टार्टेड टॉकिंग. उन्होंने ऐश्वर्या का नाम लिया, उन्होंने दिया मिर्ज़ा का नाम लिया, रानी मुखर्जी का नाम लिया, उन्होंने सोमी अली तक का नाम लिया और उन्होंने कहा कि मेरे इन सब के साथ फिजिकल रिलेशंस हैं और मैं इन सब के साथ अफेयर मेरा हो चुका है, चक्कर चल चुका है
और मैं सबको एक के बाद एक घुमा रहा हूँ और मैं ऐसा इंसान हूँ वैसा इंसान हूँ। اون گفته که شب گذشته سلمان خان 41 بار بهش زنگ زده و کلی حرفهای زشت نثارش کرده. این باعث شد که سلمان و ویویک دشمن هم بشن و سلمان خان از تمام قدرت خودش استفاده کرد تا از پیشرفت و شهرت ویویک اوبروی جلوگیری کنه که چنین هم شد. یعنی هیچ کارگردان و فیلمسازی حاضر نبود که با ویویک اوبروی کار کنه. او در یک برنامه تلویزیونی بیان کرد که من حتی دوستانی که در بالیوود داشتم رو هم روز به روز از دست می‌دادم. ویویک اوبروی که بعد از 15 سال در انزوا قدرت سلمان خان رو درک کرده بود در یک جشنواره فیلم فیر جلوی هزاران نفر مقابل سلمان خان خم شد و دست به گوش از اون معذرت خواست، اما خب سلمان خان هیچ وقت اونو نبخشید و هنوز هم با اون حرف نمیزنه. آشواریا هم ویویک رو ترک کرد و با آبیشک در سال 2007 ازدواج کرد و حالا یه دختر داره. بعدها کاترینا کیف وارد زندگی سلمان شد و 10 سال با هم در ارتباط بودن. و ما داستان عشق و جدایی این دو نفر رو در ویدیوی قبلیمون شرح دادیم که لینکش رو زیر همین ویدیو برای اونایی که هنوز تماشا نکردن میذاریم. بعد از خیانت کاترینا کیف، سلمان خان در جشنواره‌ای با لولیا وانتور دیده شد و همه فکر می‌کردن که این بار سلمان خان با یه خانم خارج از هند در رابطه است. لولیا وانتور یه بازیگر و مدل رومانیاییه که سلمان خان با اون در جریان فیلمبرداری فیلم تایگر در رومانیا آشنا شده بود. اما بعدها این دید و بازدید کمتر شد و موزه ازدواج سلمان خان هم از سر زبان‌ها افتاد، تا اینکه سلمان خان این عکسو در توییترش نشر کرد و گفت بالاخره من دختر مورد نظرمو پیدا کردم. این خبر ظرف چند ساعت تو کل شبکه‌های مجازی پخش شد و همه در جستجوی این شدن که بدونن این دختر زیبا کیه، و خیلی زود معلوم شد که ایشون ورینه حسن از کشور افغانستانه. ورینه در کابل به دنیا اومده و در آمریکا در رشته هنر درس خونده و بعد به مدلینگ روی آورد. او اولین بار با ولی در یک آهنگ افغانستانی ظاهر شد و بعد به هند رفت و در چند آهنگ هندی هم ظاهر شد و نسبتاً به شهرت رسید. و وقتی این خبر که سلمان خان قراره با یه دختر اهل افغانستان ازدواج کنه زیادی داغ شد، سلمان خان اعلام کرد که ورینه قراره نقش دختر فیلم رو در مقابل آیوش شرما، شوهر خواهر سلمان خان، در فیلم لاوراتری بازی کنه. بله، یه دختر افغان در نقش کامل دختر فیلم و اونم در سینمای هند. این فیلم موفقیت‌های زیادی رو برای ورینه به بار آورد که در نتیجه سلمان خان در فیلم‌های دیگه هم به اون نقش داد. ورینه الان مشغول فیلمبرداری فیلم جدیدش به اسم مرد ناقص در سینمای جنوب هند. اون به خاطر این فیلم یک سال زبان تیگلو رو آموخت و قراره این فیلم در 30 دسامبر امسال وارد سینماها بشه. خب خبر ازدواج سلمان خان مثل همیشه این بارم به تعویق افتاد. حالا معلوم نیست کی و با کی باز هم سر زبون ها بیافته. شاید همون هنوز آشواریا رو دوست داره و هرگز نمیخواد با کس دیگه ای ازدواج کنه. شما چی فکر میکنید؟ به نظر شما کدوم یکی از دوست دختران سلمان خان بیشتر بهش میان؟ سومی علی، آشواریا رای، کاترینا کیف، لولیا وانتور و یا ورینه حسن خودمون؟ لطفاً جوابتون یا هر نظر دیگه‌ای که دارین برامون کامنت کنید.